دوستان گرانقدر به درس روزی 37 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما و شما در برنامه کویک بوکس در مینوی کستومرز روی کماند کریت کریدیت میمو یا ریفند صحبت میکنیم. قسمی که از نامش معلوم میشه ریفند به معنای مسترد کردن است. وقتی که ما و شما بالای مشتری 5 یا 10 قلم جنس میفروشیم و بر از او ما انوایس جور میکنیم و در جریان یک روز یا دو روز یا امو روز یک یا دو قلم جنس از امو اینوایس برای ما مشتری مسترد میکنه یا ریفند میکنه یا دو آیتم ما شما مشکل وجود میداشته باشه و یا هم مشتری ما نمیتونه او رو در بازار بفروشه، پس دو قلم جنس برای ما مسترد میکنه. ما و شما باید دو قلم جنسی که از طرف مشتری ما برای ما مسترد شده در برنامه کویک بوکس برسانیم. تمام زیکارا که از در برنامه کویک بوکس از طریق کماند کریت کریدیت میمو یا ریفند انجام می شود. پس امروز ما شما روی این کماند در برنامه کویک بوکس صحبت می کنیم. خب به طور مثال اگر شما متوجه باشین امرای ما یک مشتری است به نام علی احمد، بلنس ازی صفر است. یک مسئله دیگه، ما میایم در مینوی انوینتری روی فیزیکلی انوینتری ورشیت کلیک میکنم. اگر شما متوجه باشین ما 3 قلم آیتم داریم، ارسی ازی کوانتیتی آن هندش امرای ما 10 دادن است، یعنی از امی ارسی قلم جنس امرای ما شما 10 دادن آن هند موجود است فعلا در ویرهاوس ما شما. ما میایم بر از امی مشتری ما یک انوایس جور میکنم، بلی احمد روی نام مشتری کلیک کردم و آمدم در نیو ترانزکشن و بعد از او بالای انوایس کلیک کردم، میخوام بر از او یک انوایس جور کنم. به طور مثال اینمی مشتری ما که به نام علی احمد است، از پیش ما شما تقریبا 42 اینچ سونی LCD گرفت. کوانتیتیش مشخص میکنم، این نفر از پیش ما 10 دانه LCD گرفت، قیمت یک دانش 10,000 است، دادنش 100,000 افغانی شد. تاکسی مسائل دیگه شفلا صحبت نمی کنیم. تاریخ انوایس تاریخ امروز است، انوایس نمبر 19 است و شیپمنت دیتش هم که است امروز است. بعد از او اینجا میام یک مسیج هم به مشتری خود انتخاب میکنم. بعد از او سیو این کلوز کلیک میکنم. سپلینگ چک هم مکمل اگنور میکنم. وقتی که کار کردم شما ببینید این مشتری ما که به نام علی احمد است 100,000 افغانی قرضدار ما شما شد. اگر ما شما بیایم در مینوی انوینتری روی فیزیکلی انوینتری ورشیت کلیک کنیم، شما ببینید انوینتری ما دادنا LCD که امرای ما شما بود فعلا کوانتیتی آن هند ازی صفر است، به خاطر ازی که ما دادنا را فروختیم و در مقابل ازو این نفر که است اینقدر پول قرضدار ما شما شد. ای که پول برای ما در مدت یک ماه پرداخت میکنه، 10 روز، 5 روز، او گپ چداست. خب یک روز بعد یا امروز وقتی که مشتری دادن LCD را برد و در کمپانی خود را چک کرد، 2 دانه زی که است یا 5 دانه زی مشکل داشت. پس 5 دانه زی را برای ما مسترد کرد و گفت که بیادر این 5 دانه را از اون اینوایس که برای ما پرینت کرده بودی که قیمتش کم کن و اینوایس اپدیت برای ما پرینت کن که ما در آینده باز پول زور براتون پرداخت کنیم. پس اگر شما میخواین که 10 قلم جنس از امی انوایس قیمتاش کم شوه، به خاطر از ما شما میایم در مینوی کستومرز روی کماند کرییت کریدیت میمو یا ریفند کلیک میکنیم. پیش از اینکه ما ریسیو پیمنت بکنیم چی میکنیم؟ روی کرییت کریدیت میمو یا ریفند کلیک میکنیم. ما روی ازی کلیک کردم، وقتی که ایده کلیک کردین برای ما میگه که بیادر تو امی کرییت میمو رو که جور میکنی یا ریفند که میکنی، از طرفی که به تو آیتم ریفند شده یا کریدیت میمو را برای کی جور میکنیم؟ ما میگیم برای علی احمد. اینی مشتری ما یک چند قلم جنس برای ما چی کرده؟ ریفند کرده، مسترد کرده. خب تاریخ ریفندش هم شما در اینجا انتخاب میکنین و کریدیت میمو نمبر که است 20 است. در اینجا اول آیتم انتخاب میکنین شما، آیتم چیست؟ میگیم برای ما تقریبا سونی LCD را ریفند کرده. در اینجا دسکریپشنش میاد چند دانه را برای ما ریفند کرده، میگم 5 دانه را برای ما ریفند کرده.
5 دانه قیمتش چقدر میشه؟ 50000 افغانی میشه. دانش 10000 افغانی است. بعد از او اگر کدام مثلا چیزی را انتخاب میکرد انتخاب کرد، غیر از او بعد از او فقط روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که ما شما روی سیو این کلوز کلیک کنیم، کویک بوک برای ما یک مسیج میده. بعد از سپلینگ چک یک مسیج برای ما میده، برای ما میگه که بیدر اینمی کریدیت میموری که تو جور کردی ای را چه قسم میخوایی در برنامه کویک بوکس پروسس کنی. آپشن اولش این است که اینمی 50000 افغانی را میخوایی از اویلیبل کریدیت، یعنی پولی که تو بالای اینمی مشتری میخوایی پولش بالای ما شما بانه ما تو از اویلیبل کریدیت، این قسم میخوایی را در برنامه کویک بوکس پروسس کنی. یعنی اگر ما شما از مشتری پول گرفته باشیم و میخوایم پولش دوباره ریفند کنیم، این کماند باز انتخاب میکنیم ما شما. و اگر میخوای نه، اینمی مقدار پول که تقریبا 5 قلم جنس است، وقتی که مشتری برای ما مسترد کرده، ما میخوایم بالای اینمی قیمت بالای اینوایس زو تطبیق شوه و اینمی پول از اینوایس زو کم شوه. خب ما این دفعه چی میکنم؟ آپشن اخیری را انتخاب میکنم که apply this available credit to an invoice. ما میخوام این روی یک invoice اینمی مشتری ما چی کنیم؟ apply کنیم. اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردی برای ما میگه بله the history اینمی مشتری که است یک open invoice است که تقریبا نمبرش 20 است و بینی تاریخی را جور کرده بودی و اینی invoice که است از اوریجنال اماونتش از 100000 افغانی است. اگر تو اینی 50000 افغانی را سر از او اپلای کنی، صحیح است؟ میخوای ای را که اپلای کنی، متبقی 50000 افغانی از این سر ما چه میشه؟ میمونه. خود ما اگر با خود حساب کنیم، یعنی اوریجنال اماونت اینقدر بود، اماونت دو که باید اون نفر برای ما پرداخت میکرد اینقدر بود و اماونتی که سر از این اپلای شده چقدر است؟ 50000 افغانی است. باز ما دان کلیک میکنیم. وقتی که دان کلیک کردیم شما ببینین اتوماتیکلی اونموی 100000 افغانی که بالای اینمی مشتری بود ای با چند پایین شد؟ با 50000 افغانی پایین شد. و در اینجا اگر شما متوجه باشین در هیستوری ترانزکشن های اینی مشتری، اگر شما ببینین ما در اینجا چی داریم؟ یک دانه انوایس جور کرده بودیم از 100000 افغانی، از انوایس نمبر چند بود؟ 19 بود. بعد از او یک کریدیت میمو ترانزکشن ما ریکارد کردیم در اینجا و ای چقدر پول است؟ 50000 افغانی. از 100000 که 50000 کم شوه چقدر میمانه؟ 50000 افغانی میمانه بالای مشتری ما شما. اگر ما شما باز بیایم در اینونتری روی فیزیکلی اینونتری ورشیت کلیک کنیم، در ویرهاوس ما شما، امرای ما شما، در گودام، در هر جایی که ما اینمی اینونتری خود نگهداری کنیم، نگهداری میکنیم، 5 دانه پس چی شد؟ اضافه شد. یعنی اونمو سونی LCD 42 اینچ که از 5 نمره ما شما آن هند چی شد؟ اضافه شد. بخاطر از اینکه اون مشتری برای ما مسترد کرد، وقتی که جنس برای ما اینونتری برای ما مسترد کرد، در مقابل از او پولش هم کم میشه، قرضم سر از او چی میشه؟ کم میشه. این بود بیادر یک طریقش که اگر ما میخواییم که پولی امو آیتم هایی که برای ما مسترد شده پولش بالای انوایس خود تطبیق کنیم. در مثال بعدی که هست، مثلا اینمی مشتری ما شما فیلن که هست 50000 افغانی ما شما قرضدار است و این قرضداری به خاطر 5 قلم جنس است. اگر شما متوجه باشید در این مثال که هست، ما قسمی کار میکنیم که میخواییم که اون مشتری برای ما 2 قلم جنس هم مسترد کرده و ما میخواییم که پول زوره برزی چی کنیم؟ پرداخت کنیم. صحیح است؟ پول شما چی میکنیم؟ پرداخت میکنیم. خب ما چی میکنم؟ میایم در اینجا در کاستومرز اولی پول زیر ما فرض مثال ریسیو کردم، ما اومدم در ریسیو پیمنت، ما میگم که اینی مشتری را، مشتری که شما میبینی به نام علی احمد، اینی 50000 افغانی را برای ما چی کرد؟ به شکل کش پیمنت کرد. خب بعد از ما ایر ما شما گپ زده بودیم چه قسم ما پیمنت پروسس میکنیم، ریسیو این کلوز کلیک کردیم، ما از این مشتری خود 50000 افغانی را ریسیو کردیم، صحیح شد؟ 50000 افغانی که بالای سی قرض بود. خب فرض مثال یک روز بعد این مشتری آمد، دو یک قلم جنس برای ما چی کرد؟ پس مسترد کرد، یعنی یک دان LCD را برای ما مسترد کرد و خواست از پیش ما شما که بیادر این پولی شبد ما پس برای زو پرداخت کنیم به شکل کش.
خب چه قسمی را ما شما پروسس میکنیم؟ میایم باز به منوی کاستومرز، روی کرییت کریدیت میمو یا ریفاند کلیک میکنیم. وقتی که روی ازی کلیک کردیم، باز برای ما میگه که کریدیت میمو را به کدام مشتری جور میکنی، کدام مشتری برای آیتم ریفاند کرد، مستند کرد. میگم علی احمد. کدام آیتم از پیش گرفته بود ریفاند کرد؟ ما میگم که سونی LCD را. چند دانه زیر ریفاند کرد؟ میگم یک دانه زیر برای ما ریفاند کرد. کریدیت میمو نمبر چند است؟ 21 است. تاریخش هم میگم امروز است. بعد از روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردین، ایجا سپلنگ چک کلش اگنور میکنم. باز اونمو آپشن برای ما شما اینجا چی میشه؟ ظاهر میشه. برای ما میگه که بیادر، میخوای اینمی کریدیت میمویی که تو داری یک دانه را که برد مشتریت ریفاند کرده پول زیر بالای کدام اینوایس تا اپلای کنی؟ میگم نه، ما کدام اوپن اینوایس ندارم بیادر، ما میخوام که پول زیر برش امی 10,000 افغانی رو پولیش نقد به شکل کش برزی چی کنیم؟ پرداخت کنم. بعد از او اوکی کلک میکنیم. وقتی که اوکی کلک کردی، این قسم یک صفحه برای ما باز میشه. پول از این امی 10,000 افغانی رو که تو برای می مشتریت که بنام علی احمد است، این رو که پرداخت میکنی به شکل کش، به شکل چی پرداخت میکنی؟ میگم به شکل کش. از کدام اکانتت پرداخت میکنی؟ میگم پیش کشیر ما تقریبا 30,000 افغانی بود بنام علی احمد، از امی کشیر ما کس 10,000 افغانیش پرداخت میکنیم. وقتی که 10,000 از 30,000 برای چقدر میمانه؟ 20,000. باید پیش کشیر ما 20,000 افغانی باقی باشه. در اینجا میتونی یک میمور نوشته کنی. خب بعد از ما اوکی کلیک میکنی. وقتی که اوکی کلیک کردی، شما بیاین اول خو در هیستری اینمی مشتری ما شما یک دانه کریدیت میمو دیگه جور شده. نمبر شند است، 21 است، وی از چقدر افغانی است؟ از 10,000 افغانی است. اگر ما شما بیایم در کدام جای در لیست بیایم روی چارت اف اکاونتس کلیک کنیم، شما ببینین پیش کیشیر ما بنامی علی علی که هستن 30,000 افغانی بود، چقدر مانده؟ 20,000 افغانی مانده. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که 10,000 افغانی را ما به مشتری خود از کیش ریفاند کردیم، برش دادیم. در مقابل از چی باید زیاد شوه؟ اگر شما باید داشته باشین اینونتری ما شما باید زیاد شوه، به خاطر ازی که یک دانه ال سی دی برای ما چی شد؟ پس مسترد شد آمد. و ای ال سی دی باید در کجا اضافه شوه؟ در منوی اینونتری، the physical inventory worksheet. در اینجا باید 6 تانه شد LCD ما شما. شما ببینین جا LCD ما شما چقدر شده؟ 6 تانه شده. اگر ما شما بیایم the report, the accounting and taxes و روی trial balance کلیک کنیم و در اینجا all انتخاب کنیم، شما ببینین the cash account ما شما 20,000 افغانی. چرا 20,000 افغانی؟ روی ازی کلیک کنین، برای ما میگه که درست است. پیش از این ترانزیکشن که است امرای شما تقریبا دی در کیش اکاونت شما که است تقریبا 30,000 افغانی بود. صحیح است؟ 30,000 افغانی بود. اینجا میبینی شما 30,000 افغانی بود. از امی 30,000 افغانی 10,000 افغانی زی کریدیت شد، به او خاطر 20,000 افغانی آمده. و این 10,000 افغانی رو که تو کریدیت کردی به شکل کیش با کی پرداخت کردی؟ بلی احمد پرداخت کردی. دیگه این بود مثال دومش. در مثال سوم ما قسم کار میکنیم که مشتری میخواه که یک دانه جنس برای ما مسترد کنه. خب پولیش نمیگیره از پیش ما، برای ما میگه پولیش پیشت باشه، در آینده اگر ما چیزی از پیشت میخریدیم او رو بازده اوجه ما تو حساب میکنیم، محاسبه میکنیم. خب اینی مشتری اگر شما متوجه باشین، اول از پیش ما 10 قلم جنس گرفته بود، در 10 قلم یک دفعه 5 دانه زیر مسترد کرد، برم روان کرد، یک دانش باز مسترد کرد، یعنی فعلا این مشتری از پیش ما شما 4 قلم جنس گرفته. به طور مثال دی 4 قلم جنس یک قلم دیگرم برای ما مسترد کرد، گفت که این مشکل داره. خود این دفعه یک ذره جنجالی ما و مشتری ما زیاد شد و گفت که بیادر پولیش ما برش گفتیم که پول برد ما به شکل کش پرداخت کرده نمیتونیم، داینده اگر چیزی میخریدی باز دو باز ما برد مجرا میکنیم. مشتری گفت درست است، مشکل نیسته. خب چه قسمی را ما شما در برنامه کوی بوکس پروسس میکنیم؟ میایم باز در منوی کاستومرز روی کریت کریدیت میمو یا ریفاند کلیک میکنم. خب میگم کریدیت میمو را ما به علی احمد جور میکنم. علی احمد برای ما یک چند قلم جنس پس مسترد کرد. چی را مسترد کرد؟ میگم از پیش سونی LCD گرفته بود، این دفعه باز دو دانه زیر برای ما مسترد کرد. خب دو دانش چقدر میشه؟ 20,000 افغانی میشه. وقتی که ما شما روی سیو این کلوز کلیک کنیم،
تاریخ شما میتونه تغییر بدین، مهم نیست ما تغییر نمیتون، فقط شما به طریق شما یاد بگیرین یم کفایت میکنه. بعد از روی سیو اند کلوز کلیک میکنم. سپلینگ چک ما ignore میکنم، وقتی که باز شما سپلینگ چک ignore کردین باز اون مسیج برای ما میاد. خب اپلای تو اینوایس ما گپ زدیم، گیو ا ریفاند گپ زدیم. این دفعه ما میگیم بیادر میخوام که اینمی اماونتی که دینمی کریدیت میمو توتال اماونت از ایرا ریتین از ان اویلیبل کریدیت، به حیثی پولی ما بالای تو قرض باشه، اویلیبل کریدیت باشه، قرض باشه. این مشتری برای ما گفت که بیادر دو قلم جنس بگی 20,000 افغانی را، این پولیش هم پشت باشه، در این دقیقه ما چیز از پشت میخریم دو باز ما مجرا میکنیم. خب ما هم گفتیم صحیح، مشکل نداره. وقتی که اوکی کلیک کردیم شما ببینین فعلا ما از امی مشتری ما به نام علی احمد 20,000 افغانی چی شدیم؟ قرضدار شدیم. ما گفته بودیم که اگر بالانس منفی باشه به این معنا که ما از امی مشتری قرضدار هستیم، اگر بالانس مثبت باشه به این معنا که مشتری از پیش ما شما قرضدار است. و در اینجا مگه شما ببینید یک کریدیت میمو دیگه جور شده از 20,000 افغانی، نمبرش 22 است از 20,000 افغانی. خب اگر ما شما بیایم در اینوینتری ما، در فیزیکل اینوینتری ورشیت بیایم، در اینجا شما ببینین اینوینتری ما سونی LCD 8 دانه چی شده؟ بالا رفته. به خاطر از اینکه 10 دانه ما فروخته بودیم، 5 دانه زیر یک دفعه مسترد کرد، سایست اینوایس پولیش کم شده، 2 دانش دیگه یک دانه دیگه مسترد کرد، پولیش به شکل نقد از پیش ما پس گرفت و به مو شکل 2 دانه را فعلا مسترد کرد، پس 2 دانه این نفر از پیش ما خریده. اگر ما روی اینمی سونی LCD دبل کلیک کنیم، اینمی آیتم دبل کلیک کنیم، مکمل ریکاردش برای ما در اینجا نشان میده. برای ما میگه بیادر تو دادانه یک دفعه دادانه LCD را گرفتی، باز یک دانه زیر فروختی، باز یک دانه دیگه گرفتی که پیش چقدر شد؟ دادانه شد. از این دادانه تو دادانه را باز دادانش پس یک اینوایس جور کردی به یک مشتری به نام علی احمد، برای زی اینوایس جور کردی، دادن از پیش درفت، باز ای علی احمد 5 دانه زیره برات مسترد کرد و او را تو به حیث کریدیت میمو در برنامه کویک بوکس رساندی. 5 دانه زیره یک دفعه مسترد کرد، یک دانش باز مسترد کرد برات، 2 دانش باز مسترد کرد، به او خاطر پیش فعلا چقدر است؟ 8 دانه است. یعنی 5 و 1 و 2 چقدر میشه؟ 8 دانه. از 10 دانه که 8 دانه بره، 2 دانه، 2 دانش از پیش ما گرفته و 8 دانش برای ما چیکرد؟ مسترد کرد. به مو خاطر د فیزیکلی اینونتوری ورشیت آن هند از امی LCD پیش ما شما چقدر است؟ 8 دانه است. دیگه دوستا این بود درس امروزی ما، و درس امروزی ما که بسیار یک موضوع مهم بود که چه قسم ما میتونیم که اشیای مسترد شده از طرف مشتری ما شما در برنامه کویک بوکس ما شما پروسس کنیم. خب اگر باز هم شما سوال داشتین، ما اینی درسای خود در روزمره به شما معلوم است، ما در چنل یوتیوب خودی را اپلود میکنم، در قسمت پایین اینمی ویدیو شما میتونین کامنت و نظریات خود با ما شریک بسازید.